سلام علیکم. خوش آمدین با برنامه رو در رو. دو خانواده چهار تا هم رو در رو قرار گرفتن. هر دو خانواده قصد دارن که 500 هزار افغانی را برنده شوند و چهارمین خانواده خود معرفی کنند که 500 هزار میبرند. اما قبل از او باید 25 هزار افغانی را ببرند با جواب دادن به چهار سوال ساده و پوره کردن 300 امتیاز. خانواده مستان طرف دست چپ ما قرار داره. میریم با اعضای خانواده معرفی میشیم. خوب تشویق کنن. و این خانواده را جسیم رهبری میکنند. خوب هستن؟ جان پنجه بخیر هستن؟ جسیم چی مونامت اولا میره بگین؟ جسیم تنومند. تنومند. نیرومند. قوی. ماشاءالله تنومند هم هست مثل ما واره. جسیم جان معرفی کنین اعضای خانواده را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم به شما. وعلیکم السلام. حاضرین در تورا و بینندگان تلویزیون طلوع. قصور جان، اسد جان و فرح جان پسرای خاله میشیم. خب. و در یک رشته تحصیل میکنیم، رشته کامپیوتر ساینس. بسیار خوب. پسرای خاله هستین، همون تو یک دم خلاص کن سرجام. مشرف شدیم، میریم به طرف خانواده کافی. این خانواده عنیفه رهبری میکنن. خب هستم ان شاء الله. بخیر هستین. معرفی کنین اعضای خانواده را؟ به نام خدا، سلام تقدیم شما عجیسه به حضور در تالار. وعلیکم السلام، زنده باشین. یک سلام تقدیم بیننده های تلویزیون طلوع. حنیفه کافی هستم، یکی از محصلین پنده اقتصاد. خانم بیادرم عادله جان، شکله جان هم خانم بیادرم. و همچنان حنیفه جان هم نامیم دختر خالم. بسیار خوب. عادله جان خانم یک بیادر دیگه تان است و شکله جان خانم دیگه بیادر. بله. بسیار خوب. مشرف شدم. مال اردو سرتیب میایم. سوال اول جواب میتن. اردو شما تشریف کنین. بیاین. شانس خوب به اردویتان. باز رقابت بین بچه و دخترها افتید و یک صد و شاید هشتادون برنامه باشه که مصب میکنم. شاید هم 193 برنامه بوده که مصب میکنم. در این همیشه بیشتر از ایره. شاید از 130 دانه بالاتر دخترها برده آمدن. بچه ها کوشش کنین. دخترها شما هم دیگه امو مقام اول که داشتین نگاه کنین. سوالی که شما دو نفر میخوایم پرسان کنم، سوال است که قبل از 100 نفر پرسیدیم اونا جواب دادن. تعداد جوابای ما شده 8 جواب. آماده هستین؟ بله. معمولا برای آموزش چه چیزی مردم به کورس میرون؟ جسیم؟ انگلیسی است. لسان. به خانواده سعی بریم به طرف خانواده چی میده شوهره میتن بردم؟ رفتیم به طرف خانواده مستان. قصور. قصور. بله. چی مانی میتن؟ لیاز خدا. قصور نام قرآنیست و البته باز ساده است مانا میتن. استوار. استوار. اما تو استوار جواب بتین. معمولا برای آموزش چی چیزه مردم به کورس میروند؟ بخاطر یک، دو، سه، چهار. حساب. بله. حساب چی؟ از؟ الجبر حساب. ریاضی. نامتان اسدالله. بله. نام بچی کاکایم از یادم نره به خاطر خود میگم. معمولا مردم برای آموزش چی چیزی به کورس میروند؟ علم علم است؟ فرهاد، معمولا برای آموزش چی چیز مردم به کورس می روند؟ دری، لسان دری. دری، لسان بود است؟ خانواده کافی، بین خود مشوره کنین. دمی سوال یک جواب شما پیدا کنین. اگر پیدا کردین امتیاز را می گیرین. جسیم، معمولا برای آموزش چی چیز مردم به کورس می روند؟ کامپیوتر است؟ کامپیوتر. قصور، معمولا مردم برای آموزش چه چیزی به کورس می روند؟ انگلیسی است. دمی که یک دفعه باز شده بود. آمدیم به طرف خانواده کافی. خدا تونه پیدا کرده باشین. مشوره کافی بین خود کردین. انیفه نمبر دو، معمولا مردم برای آموزش چه چیزی به کورس می روند؟ قرآن کریم. شکیلا؟ خیاطی. عادله؟ زبان خارجی. حنیفه جان تصمیم میگیرن که با حنیفه نمبر دو، با شکیلا، با عادله موافق باشین با یکشان، یا خودتان کدام چیز بگوین؟ معمولا مردم برای آموزش چی چیزی به کورس میروند؟ قرآن کریم. اگه جوابشان درست بود امتیاز را میگیرن، اگر اشتباه بود امتیاز میره به اون طرف. است قرآن کریم. 63 امتیاز گرفتن خانواده کافی.
و جوابایی را که باز نشد یک جایی میخوانیم. شماره 8 موسیقی 7 نقاشی 6 خطاطی 4 رانندگی. سوال دوم از نفرای دوم پرسیده میشه، میان عادله و قصور که سوال دوم مرحله اول جواب بدن. سوال ساده است، هر دویتان آماده هستین؟ آماده باشین. این سوال ما قبلا از 100 نفر پرسیدیم، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 7. آماده. یک ولایت افغانستان را نام ببرید که با حرف ر ختم شود. کنر. سویچه کی میزنه پدر؟ بفرمایید. کنر. کنر. میبینین شانسارا؟ هست؟ کنر. چی مشوره میدن خانواده؟ رفتیم به طرف خانواده مستان. اسدالله؟ یک ولایت افغانستان که با حرف ری ختم شوه. کندهار. کندهار. یا قندهار. هست؟ کندهار. فرهاد یک ولایت افغانستان رو نام ببرین که با حرف ر ختم شود. ننگرهار. ننگرهار. هست؟ ننگرهار. جسیم یک ولایت افغانستان رو نام ببرین که با حرف ر ختم می شود. پنجشیر. پنجشیر. هست؟ پنجشیر. اسوار یک ولایت افغانستان نام ببرین که با حرف ر ختم می شود. یک دو سه چار لغمان. لغمان. چه یک ری که در بایش یک نقطه داره. هست؟ خوب از جوابا بعض وقت نباشه. اسدالله یک ولایت افغانستان که با حرف ری ختم میشه. تخار. تخار. هست؟ تخار. فرهاد یک ولایت افغانستان که با حرف ری ختم میشه. مزار. مزار. اگه شریفشه بخوریم. هست؟ خانواده کافی بین خود مشوره کنین، یک جواب پیدا کنین، ولایت ها را پیش چشمتان بگردانین، نقشه را ببینین. البته خیالی ولایت مزار نیست، ولایت بلخ است، شهر مزار است. جسیم یک ولایت افغانستان را نام ببرین که با حرف ر ختم می شود. یک دو سه چار پنج. آمدیم به طرف خانواده کافی. خدا کنه که مشوره کرده باشین. امیتر امر دو یک ولایت افغانستان نام ببرین نه شهر. یک ولایت افغانستان نام ببرین که با حرف ری ختم می شود. لوگر. 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 موفق هستم. لوگر. لوگر. اگر جوابشان درست بود امتیاز را می گیرن که زیادتر از 73 خواهد بود. اگر اشتباه بود 73 امتیاز میره به طرف خانواده مستان. است لوگر. لوگر 86 امتیاز گرفتن با یک جواب خانواده کافی که یک جواب مونده که بخوانیم چهار یک جایی بخوانین. غور. ولایت غور. خانواده کافی 149 امتیاز، خانواده مستان هنوز صفر. یک وقت میگیریم زود برمیگردیم سوال سوم بپرسیم. در مرحله اول سوال سوم که امتیازهای جواب ضرب دو میشه و شما خوش آمدین. همچنان حال شکیلا میاین با اسدالله. هر دویشان رو تشویق کنین که بیان جواب بتن. سوال سوم که میخوایم از شما پرسان کنم مهمتر از اول و دوم ایناست که 200 امتیاز خواهد داشت. چرا که ضرب دو میشه امتیازها، کوشش کنه هر دو طرف. این را ما قبلا از 100 نفر پرسیدیم، اونا جواب دادن، تعداد جوابای ما شده 6. بین 6 جواب تا 200 امتیاز خواهد بود اگر جواب تا آخر باشه. بسیار خطرناک شده. اگر شما ببرین امتیازاتون بالا میشه. اگر شما ببرین نیاز به سوال چهارم نمیشه که ما بپرسیم. میبرین 25000 را پیدا میکنین به خاطر 500000 افغانی. کوشش کنین هر دو طرف. آماده هستین؟ شما چیزی را نام ببرید که ولایت بلخ
او چیزا را داره و به اون چیزا مشهور است که کلگی اگان تا بلخ که بره میگن این چیزا برای ما بیار. یعنی اون چیز مزار خوب است که مردم میخواین اون را داشته باشن و همون چیزا را میخواین که بیارن از بلخ. آثار؟ آثار؟ آثار است؟ آثار تاریخی. اما شما پنج شانس دارید. چیز را نام ببرین که ولایت بلخ با همون داشته های خود مشهور است. شیرینی است؟ به طرف خانواده سعی کنین چی مشوره میتن؟ بیاین یا واگذارش میکنین؟ واگذار میکنین؟ رفته به طرف خانواده مستان تشویق کنین. شما بلخ نرفتین فکر کنم. فرهاد چیزی را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیزهای خود مشهور است. شیرپیره. شیرپیره است؟ شیرپیره. جسیم چیز را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیز خود مشهور است. روضه شریف. روضه شریف است؟ روضه شریف. سوات چیز را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیز خود مشهور است. چپن. چپن است؟ اسدالله چیز را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیز مشهور است. قالین. قالین است؟ خانواده کافی مجبور هستین یک جواب بدین. در غیر از این امتیازها را اینا خواهد گرفتن، مشوره کنین. فرهاد چیزی را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیزهای خود مشهور است. الوای کنجد. الوای کنجد است؟ کنجد. جسیم چیزی را نام ببرین که ولایت بلخ با همون چیزهای خود مشهور است. زیارت. زیارت. زیارت های دیگه غیر از روضه شریف البته هدفتان بوده. صد نفری از جواب داده. آمدیم به طرف خانواده کافی. عنیفه نمادیشه نمیگم نبات از رو سفید کست. شکیلا نبات. نبات موافق. نبات. نبات بله. نبات. اگر جوابشان درست بود امتیازها رو میگیرن، اگر اشتباه بود امتیازها میره به اون طرف. هست نبات 166 امتیاز گرفتن. جواب را که باز نشده میخوانیم. شماره 3 گل سرخ. گل سرخ در سال نو که میشه با مجموع امتیازهای خود ساختن 315 25 هزار افغانی نقد شد به خانواده کافی. مبارکتان باشه. هیچ نیازی نشد سوال چهارم رو بپرسیم. اینا برنده شدن و میگم که وقت یک خانواده از 100 امتیاز بالا میداشته باشه و مرحله سوال سوم میرسه، خود سوال سوم اهمیت زیاد پیدا میکنه، چرا که 200 امتیاز خواهد داشت و ضرب دو میشه به او خاطر. و حال شما که 25000 برنده هستین، اگر 500000 بردین نبردین 25000 برنده هستین. دو نفره که چست و چالاک باشن، زود جواب بدن، بلند جواب بدن. کی است که خاطر 500000 معرفی میکنه؟ هر دو هم نام. حنیفه. هر دو هم نام. بله. حنیفه نمبر 1، حنیفه نمبر 2. بین هر دو تان با دو طرف مساج شوین. تشکر از خانواده مستان که اشتراک کردین. در دیگه عرصه‌های زندگی برنده باشین. خب انیفه ها؟ بله. 500000 چقدر است؟ 5 لک. خب 5 لک چقدر است؟ 55 لک است. خب چی میخرین اگر انیفه شما ببرین 500000؟ خانه گرفتیم. در خانه گفته بودیم یک خانه گرم میکنیم، به خاطر زبو کل ما تصمیم گرفتیم که یک جای هم بخواه. انیفه نمبر 2؟ بله. اگر 500000 شما ببرین چی میکنین؟ خرج تحصیل. خرچ تحصیل. رشوت میتین بر استادا؟ نه. مونوگراف میخرین؟ نه. از پندون فارغ شمی خواهی ماستری کنید. خب ماستر حنیفه، شرایط مرحله بردن 500000 خو میفهمین؟ نه. بازم تکرار میکنم، اما قبل از تکرار از او از شما میپرسم که چه رقم دهی برنامه را پیدا کردین؟ از تاریخ 456. چقدر وقت طول کشید که منتظر؟ یک ماه. یک ماه. بعضی کسا تا 4 ماه منتظر ماندن، به خاطر از اینکه اینجا بعضی امتحانام میشه، اینا چند مرحله امتحان تر میکنن، بعضی که ثبت نام میکنن، میان دفتر اینجا اینا دوستا میبینن که اینا گپ زده میتونن نمیتونن، سالشون قانونی است نیست، این چیزا رو دیده بعضی راه پیدا میکنن. شما هر لحظه از من نپرسین لطفا. و اونم یک راه داره 456، بعد از انتخاب زبان 623. متقاضی زیاد است، زیاد ثبت نام شده نفر، شما به نوبت میمونین، اما نوبتتون خواهد رسید. خب دو نفری که اینجا آمدین، یکتان باید باشین، یکتان برین. کدام از هم کسی که میره؟ میره.
اینا میرن؟ هنیفا نمبر یک بفرماین از موسیقی لذت ببرین. ما شما میریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه پنج سوال میپرسیم که 500,000 جایزه داره. با مرحله دوم رو در رو خوش آمدین. بازی به خاطر 500,000 افغانیست. اپی مسیف تولید جدید و انرژیزای شرکت سوپرکولا، شرکت افغانی خود ماست. بنوشید، شاد باشید. عادل جان میتونین بنوشین شما. رقم غمگینه هستین، 25,000 خوب بردین، غمگین نباشین. 500,000 هم در راه هست اگر دو تا حنیفه بتانن 200 امتیاز پوره کنن با جواب دادن به 5 سوال. حنیفه نمبر یک هیچ کمک، هیچ نقل نمیتونه، او را مصروف شنیدن موسیقی ساختیم. سرگرم است فعلا، لذت میبر از موسیقی. شما آماده هستین؟ بله. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. بله. به او خاطر سوال اول سلو میخوانم. بلندتر. کاری را بگویید که پدر، مادر همیشه شما را به انجام دادن آن نصیحت میکنند. درس. بازی یا ورزش را نام ببرید که لباس نازک و کوتاه پوشیده می شود. فوتبال. یکی از ایستگاه های مشهور کابل را نام ببرید. دفخانم. اولین کلمه ای که یک طفل می گوید را بگوید. مادر. یک نوع ماهی را نام ببرید. بیستگان. کم بزنیم افتخارشان. بسیار خوب جواب دارید. بسیار خوب استفاده دارید از وقت داده شده. همین ماهی بیستگان دارید تقریبا لقه می گن بگن. لقه می گن نه، اما یک نام داره. من در اول از شما پرسیدم کار را بگویید که پدر مادر همیشه شما را با انجام دادن آن کار نصیحت میکنند که این کار را بکو، و شما گفتین درس یا درس خواندن. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بودن، چند امتیاز داشتن؟ 24. دو با پرسیدم بازی یا ورزش را نام ببرید که لباس نازک و کوتاه پوشیده میشود، و شما گفتین فوتبال. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 23. 47 سوال مجموع امتیازاتتان. سه ما پرسیدیم یکی از اسگاه های مشهور شهر کابل را نام ببرید، و شما گفتین ده افغانان. ببینیم از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 17. 64. پیش میریم، بد نیست، هم مسئولیت هایی را که براتون داده شده را تقریبا پوره میکنین. چهارم ما پرسیدیم اولین کلمه که یک طفل میگوید را بگوید، و شما گفتین مادر. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 30. 94. چهارم پرسیدم یک نوع ماهی را نام ببرید، و شما گفتین لقه. اونمو به سخن که گفتین لقه است. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده، چند امتیاز داشته؟ 123 شد. 29 امتیاز. 123. باز مثل برنامه قبلی ما که شب گذشته بود 77 امتیاز اینا نیاز دارن که 200 امتیاز پوره شد. بسیار کم مانده. یک امیدای است که شما بتونید 500,000 را ببرین. خب این 77 امتیاز یا 200 امتیاز پوره کردن حنیفه نمبر یک مسئولیت داره. کف بزنید، تشویق کنید که بیاین. افتاد و افت به نظرتان زیاد است کم؟ متوسط است. متوسط است؟ آه. 77 امتیاز خوب است. خوب است نه؟ آه، نزدیک بسد که دیگه خوب است. شما باید امور پیدا کنید. 123 گرفتن برای شما خوب است. کوشش کنید جوابایی را بدین که حنیفه نمبر دو نداده. اگر او جوابایی را که اونا دادن به این معنی است که شما تکراری جواب دادین، و زمان شما میفهمین جوابتان تکراری است که این صدا را میشنوید. این صدا را که شنیدین زود جوابتان را تغییر بدین. شما 25 ثانیه وقت دارین که 5 سوال ما را جواب بدین. اگر کدام سوال زود جواب داده نمیتونیم بگین بگذرم اگر از وقت باقی مانده بود دوباره میپرسم میشه. خوب است؟ سست. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. 77 امتیاز نیاز داریم. کوشش کنین جواب بدین، خاموش نمانین. کاری را بگویید که پدر، مادر همیشه شما را به انجام دادن آن نصیحت میکنند. خوبی. بازی یا ورزش را نام ببرید که لباس نازک و کوتاه پوشیده میشود. بگذر. یکی از ایستگاه های مشهور کابل را نام ببرید. بگذار. اولین کلمه که یک طفل میگوید را بگوید. مادر. تکرار. پدر. یک نوع ماهی را نام ببرید. ماهی. کم بزنیم به افتخارشان. شما زیر تاثیر چیز رفتیم؟ بیاییم کمی سر.
زیر تاثیر اونم افتاد افت امتیازی که کم مانده بود رفتین حتما جواب دادن نتونستن. یعنی مطمئن بودم که 5000 رو ببرین، اما حالا هم باز امیدهای هست که شاید امتیاز بالا رو اگه اونطور جواب داده باشین که 77 امتیاز داشته باشه. ما در اول از شما پرسیدم کار رو بگید که پدر مادر همیشه شما را به انجام دادن آن نصیحت میکنند و شما گفتین خوبی. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته. 13 بعد نه 136 شد. بلند ترین امتیاز از این پدر مادر نصیب میکنه که درس خواندن. اونم درس خواندن رو قبلا گفته بودن. دوم با پرسیدم بازی یا ورزش رو نام ببرید که لباس نازک یا کوتاه پوشیدن بشه و شما گفتین بگذر. اونم بگذر بود که شما وقت دوباره نموند که بپرسم بلند ترین امتیاز از این آب بازی بود که هر دوتان نگفتین. سوم با پرسیدم یکی از ایستگاه های مشهور کابل رو نام ببرید و شما گفتین بگذر و بلند ترین امتیاز از این فروشگاه بود. چهارم پرسیدم اولین کلمه ای که یک طفل میگوید را بگویید و شما گفتین پدر. ببینیم از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته. 25 161 شد. برادر امتیاز از این مادر بود که قبلا گفته بودن منفعه نمبر 2. پنجم پرسیدم یک نوع ماهی را نام ببرین. وقت شما پوره شد جواب دادن نتونستیم. بلندترین امتیاز از او شیرمایی بود. شما 161 امتیاز را تانستم پوره کنن، نتانستم 200 بسازن 500000 افغانی را ببرن. اما 25000 افغانی را برنده هستم. برشان تبریک میگم. 25000 افغانی را خوش آمد میگم. دهی برنامه خوب شد آمدین، زور خود زدین، 500000 نبردین، اما 25000 افغانی براتون مبارک باشه. بفرمایین کف دارین به افتخارشان. شما فامیلای عزیز اگر میخواهید در این برنامه اشتراک کنید زنگ بزنید به 456، بعد از انتخاب زبان کلید 623 را فشار بدید، بعدش میدن صدای بی بر 4 نفر خود ثبت نام کنید. این بود برنامه امشب. خدمتتون بودیم تا شب های دیگر. الله نگهدار.